خب کارهایی که باید به نظر من انجام بگیریم انجام بگیرد برای اینکه این ضعف ها برطرف بشه، در درجه اول این نگاه به آینده است. در درجه اول مسئولیت پذیری ما هاست. هممون باید احساس مسئولیت کنیم، به خصوص مسئولین کشور، خدمتگزاران مردم باید احساس مسئولیت کنن. تقصیرها رو گردن هم نیندازیم. اینجور نباشد که اگر یه نقصی جا پیدا شد مجلس بگه تقصیر دولت، دولت بگه تقصیر مجلس، اون یکی بگه تقصیر قوه قضاییه است. نه، حدود مشخصه. قانون اساسی خطوط رو مشخص کرده است، وظایف همه معلومه. رهبری مسئولیت دارد، دولت مسئولیت دارد، مجلس مسئولیت دارد، قوه قضاییه مسئولیت دارد، نیروهای نظامی مسئولیت دارند، دستگاه‌های اجرایی هر کدام مسئولیت‌هایی دارند. به گردن هم نندازیم. اشکالی به وجود میاد، متوجه رهبری است، رهبری متواضعانه قبول بکنه که این اشکال متوجه توست و سعی کنه برطرف کنه. این یکی از اساسی ترین کارهاست. کار اصلی دیگر این است که از ارزش‌های اصولی نباید غافل شد، سرگرم مسائل فرعی و فروع نشیم، از اصول غافل بمانیم. این هم شرح مفصلی داره. حفظ اتحاد و همدلی یکی دیگه از وظایف ماست. بارها عرض کردیم اتحاد و همدلی بین مسئولین با یک دیگر، سه قوه و دیگران باید با هم همدل باشن، همگام باشن، همدست باشن. ولو یه جاهای اختلاف نظرهایی دارن، اشکالی هم نداره اختلاف نظر، اما بایستی در جهتگیری های نظام و کشور و انقلاب پشت به پشت یک دیگر بدن، دست یک دیگر رو محکم بفشرن و پیش برن. هم اینها، هم مردم با هم، هم مردم با مسئولین، این اتحاد و همدلی علاج قطعی بسیاری از مشکلاتی است که در کشور وجود دارد. از کارهای اصلی که باید انجام بدیم، همه باید بهش توجه داشته باشیم، این است که فریب لبخند دشمن و وعده‌های دروغ جبهه دشمن رو نخوریم. تجربه هم پیدا کردیم در این 30 سال. گاهی به روی ما لبخند زدن. اوائل گاهی بعضیمون باور می‌کردیم. یواش یواش فهمیدیم پشت صحنه چیست. فریب نخوریم، فریب لبخند دشمن را، فریب وعده‌های دروغ دشمن را. راحت عهد میشکنه جبهه قدرت مادی که امروز بر دنیا مسلطه، راحت بدون هیچ دغدغه‌ای عهد شکنی میکنن، زیر قولشون میزنن، زیر حرفشون میزنن. نه از خدا خجالت میکشن، نه از خلق خجالت میکشن، نه از طرف مذاکره خجالت میکشن. راحت دروغ میگم. من نمونه های زنده دارم که حالا جای بحثش نیست در اینجا، شاید اون وقتی که لازم باشه عرض بکنم. همین اظهاراتی که آمریکایی‌ها کردن، رئیس جمهور آمریکا کرد، نامه‌ای که به ما نوشت، جوابی که ما دادیم، بعد عکس العمل و اقدامی که اونا کردن با مضمون اون نامه ها، اینا یه روزی در اختیار افکار عمومی دنیا اون وقتی که لازم باشه قرار خواهد گرفت. خواهم دید که اینا چجورین، حرفشون چقدر اهمیت دارد، ارزش دارد، وعدشون چقدر ارزش دارد. یکی از کارهای اساسی ما این است که فریب
لبخند اینها رو، وعده دروغ اینها رو نخوریم. یکی هم پرهیز از تنبلی و کمکاری. کسالت، کمکاری، تنبلی تباه میکنه یک انسان را، یک خانواده را، یک کشور و یک ملت را. کار باید همه بکنن، کار جهادی. این که ما امسال گفتیم جهاد اقتصادی، یعنی تحرک اقتصادی باید جهادگونه باشد. خب این راجع به مسائل انقلاب حرف زیاده، وقت کمه، به اون مسائل بعدی هم باید برسم. اما مسائل منطقه و جهان، ملت های منطقه در به زیر کشیدن چهار طاغوت در این یک سالی که بین دهه فجر گذشته و امسال هست موفق شدن. چهار طاغوت رو به زیر کشیدن. این خیلی مهمه. یکی از این طاغوت ها رو برای اینکه یک ملتی به زیر بکشه تلاش های زیادی لازمه. در این سالی که فاصله بین اون دهه فجر و این دهه فجر، چهار طاغوت خطرناک خبیث این منطقه به زیر کشیده شدن. این خیلی حادثه مهمی است. یک حادثه مهم دیگر این است که در تونس و مصر مردم رأی به اسلام دادند. رأی به اسلام در مصر حدود 75% مردم رفتن پای صندوق‌های رأی و به گروه‌های اسلامی رأی دادند. در تونس هم شبیه همین. اینا خیلی مهمه. این معناش این است که همه تلاش اسلام حراسی که از لج جمهوری اسلامی آمریکایی‌ها و غربی‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی و هالیوود و غیره و غیره در این سالها انجام دادن برای اینکه اسلام حراسی کنن و حکومت اسلامی حراسی بکنن، همه نقش بر آب شده است. مردم طرفدار اسلامن. آثار این حرکت ها، یک اثر دیگر، ضعف و انزوای رژیم صهیونیستی است، که اینم خیلی مهمه، چون رژیم صهیونیستی حقیقتا غده سرطانی است در این منطقه و باید قطع بشه و قطع خواهد شد. دچار ضعف و انزوای بیشتر از همیشه شد. جوانان فلسطینی نشاط پیدا کردن، امید پیدا کردن به مبارزات خودشون و آینده خودشون، امیدوار شدن. ملت‌ها امیدوار شدن. البته در بین این ملت‌ها، ملت بحرین از همه مظلوم‌ترند، چون مورد سکوت و بایکوت همه رسانه‌های دنیا قرار دارن متاسفانه، در حالی که درخواست اونهای درخواستی است که در هیچ منطق انسانی و جهانی این درخواست مردود نیست، بلکه درخواست به حقی است. لکن مظلوم واقع شدن. به کلی اینها رو از دائره تبلیغ و ترویج خارج کردن، بلکه علیه اونها مرتبا تبلیغ میکنن. البته اثر هم ندارد. اون ملت هم به توفیق الهی پیروز خواهد شد. اینجا به این مناسبت این جمله را عرض بکنم
حکام بحرین ادعا کردن که ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه. این دروغه. نه، ما دخالت نمیکنیم. ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا از اینم هر جا هر ملتی توجه بفرمایید بعد از اینم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم. حقیقت و واقعیته. اما این که حالا حاکم جزیره بحرین بیاد بگه ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه، نه، این حرف درستی نیست، حرف خلاف واقعی است. ما اگر در بحرین دخالت میکردیم اوضاع در بحرین جور دیگری میشد. اوضاع در منطقه اینجوریست که عرض کردیم. در جهان هم اوضاع غریبی است. آمریکا دچار ضعف شده است. اینم یک واقعیتی است. هم ضعف اقتصادی و مالی، هم ضعف سیاسی. آمریکا در سیاست خاورمیانه‌ای خودش شکست خورد. در قضیه فلسطین شکست خورد. در قضیه عراق شکست خورد. آمریکایی‌ها می‌خواستن عراق را مستقیما خودشون اداره کنن، نتوانستند. ملت عراق ایستاد و نگذاشت. خواستن دولتی دست نشانده بیاورن، نتوانستن. خواستن بمانند با کاپیتولاسیون، اجازه نداد دولت و ملت عراق. امروز دولت عراقی دولت مردمی است، ملت عراقی ملت زنده و بیداره و همین موجب شد که آمریکایی‌ها بدون هیچ دستاوردی، اونی که می‌خواستن نشد، از عراق خارج بشن. البته دخالت‌های نفتی دارن، دخالت‌های امنیتی دارن که البته اونم لابد ملت و دولت عراق برای اونم فکری خواهند کرد انشاءالله در آینده.